دونالد ترامپ در نخستین واکنش به تظاهرات اعتراضی گسترده در شهرهای ایران ضمن حمایت از مردم ایران خواستار توجه حکومت به مطالبات معترضان شد. در همین حال وزارت خارجه آمریکا نیز خواستار حمایت همه ملت‌ها از مطالبات مردم ایران برای حقوق ابتداییشان شد. مقام‌های ارشاد در کنگره آمریکا نیز بر حمایت از اعتراض‌های مسالمت‌آمیز مردم در ایران تاکید گذاشتند. جزئیات بیشتر در گزارش مهدی آرامی. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا در نخستین واکنش به اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران ضمن حمایت از مردم ایران خواستار توجه حکومت به مطالبات معترضان شد. پرزیدنت ترامپ در حساب توییتری خود نوشت گزارش‌های حاکی از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در ایران نشان می‌دهد که آنها از فساد رژیم و تلف کردن ثروت ملی برای تأمین مالی تروریسم در خارج به سطوح آمدند. پرزیدنت ترامپ با تاکید بر اینکه حکومت ایران باید حقوق مردم خود از جمله حق آنها برای بیان نظراتشان را محترم بشمارد میگوید دنیا به نظاره نشسته است. پرزیدنت ترامپ پیشتر در تشریح سیاست جدید آمریکا در قبال جمهوری اسلامی ایران گفته بود مردم ایران قربانیان سیاست‌های تهاجمی رهبرانشان هستند. مردم ایران بهای سنگینی برای خشونت و افراط‌گرایی رهبرانشان پرداختند. مردم ایران تلاش می‌کنند تاریخ افتخارآمیزشان، فرهنگشان، تمدنشان و دوستی با همسایگانشان را احیا کنند. وزارت خارجه آمریکا دیروز با صدور بیانیه خواستار حمایت همه ملت‌ها از مطالبات مردم ایران برای حقوق ابتداییشان شد. هدر ناورد سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در این بیانیه میگوید ما گزارش‌های تظاهرات مسالمت‌آمیز متعدد شهروندان ایرانی در شهرهای مختلف کشور را دنبال می‌کنیم. رهبران ایران یک کشور ثروتمند با تاریخ و فرهنگ غنی را به کشوری سرکش با اقتصاد خراب تبدیل کردند که خشونت، خونریزی و آشوب در صدر صادرات آن است. We stand in total solidarity with the Iranian regime's longest suffering victims. همانطور که پرزیدنت ترامپ گفته است قربانیان دیرینه رهبران ایران خود مردم ایران هستند. خانم ناورد در این بیانیه تاکید کرد که ایالات متحده قویاً دستگیری معترضان مسالمت‌جو را محکوم می‌کند و افسود ما از همه ملت‌ها می‌خواهیم از مردم ایران و مطالبات آنها برای حقوق ابتداییشان و پایان فساد حکومت به طور علنی حمایت کنند. بیانیه یادآوری می‌کند که رکس تیلرسون پیشتر در کنگره گفته بود از آن عناصری در ایران که انتقال مسالمت‌آمیز حکومت را می‌خواهند حمایت می‌کند و یادآور شده بود آمریکا می‌داند قطعاً چنان عناصری در آنجا هستند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا آقای تیلرسون بار دیگر حمایت عمیق خود از مردم ایران را تکرار کرد. پال رایان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نخستین موضع‌گیری درباره اعتراض‌ها در ایران در توییتر خود نوشت مهم است که ما از معترضان بدون خشونت در ایران حمایت کنیم. وی افزود این نتیجه رژیمی است که بیشتر بر حمایت از گروه‌های تروریستی تمرکز کرده تا گرفتاری‌های مردم خودش. اورین هشت سناتور جمهوری‌خواه ایالت یوتا در سنای آمریکا نیز با اشاره به اعتراض‌های گسترده در ایران نوشت من در کنار مردم ایران و درخواستشان برای شفافیت و آزادی ایستادم و از همکارانم در کنگره آمریکا می‌خواهم با من همراه شوند. تام کاتن سناتور جمهوری‌خواه آرکانزاس نیز در واکنش به اعتراضات در ایران گفت رژیم ایران با تفکر الهام گرفته از نفرت پراکنی نمی‌تواند برای همیشه از حمایت مردمی برخوردار باشد و باید از مردم ایران که آمادن جانشان را در اعتراض به این تفکر فدا کنند حمایت کرد. سناتور کاتن همچنین افزود آیت الله ها در ایران با برخورداری از میلیاردها دلار ناشی از خلاصی از تحریم ها قادر نیستند نیازهای اولیه مردم ایران را برآورده سازند زیرا پول های سرازیر شده به ایران را صرف فعالیت های تهاجمی در سوریه، لبنان، عراق و یمن می کنند. سناتور جمهوری‌خواه تد کروز نیز در بیانیه اعلام کرد با مردم ایران که به توصیف او علیه حکومتی سرکوبگر و ظالم تظاهرات کردند اعلام همبستگی می‌کند. سناتور کروز تأکید کرده است دولت ترامپ را ترغیب می‌کند تا هر آنچه را مقدور است برای حمایت از این معترضان شجاع انجام دهد.
او همچنین از ملت‌های آزادی‌خواه در دیگر نقاط جهان خواستار ایستادگی و حمایت علنی از مردم ایران شده است. مهدی آرامی، صدای آمریکا. همطور که در گزارش اشاره شد، ایران امروز صحنه برگزاری تظاهرات سالانه حامیان حکومت به مناسبت سالگرد نارامی‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 بود که ایران را تکان داد. بنابر گزارش خبرگزاری‌های دولتی ایران، تظاهرات طرفداری از حکومت در 1200 شهر ایران سازمان داده شده بود. در همین حال رسانه‌های محلی و اجتماعی آنلاین می‌گویند تظاهرات اعتراضی مردم به گرانی و بیکاری در شهرهای مختلف ایران وارد سومین روز خود شده است. شعارهای تظاهرات اعتراضی زمینه‌های مختلفی را از اعتراض به گرانی تا مخالفت با دخالت دولت در عراق و سوریه در بر می‌گیرد. دو روز بعد از اعتراض‌های گسترده در شهرهای مختلف ایران، امروز شنبه نیز تهران شاهد چند تجمع پراکنده بود. فیلم‌های ارسال شده به صدای آمریکا نشان می‌دهد که جمعی از دانشجویان و مردم در دانشگاه تهران و خیابان‌های اطراف و همچنین میدان ولیعصر در انتقاد از حکومت شعار می‌دهند. از جمله این شعارها مرگ بر دیکتاتور، اصلاح طلب اصولگرا، دیگر تمام ماجرا، سید علی حیا کن، مملکت را رها کن، ارتش فدای ملت، ملت فدای ارتش و ما تماشاگر نمی‌خواهیم، به ما ملحق شوید، از جمله این شعار هاست. در این قسمت درباره آخرین خبرها از اعتراض‌های گسترده در ایران همکارم آرش سیگارچی در استودیو با من است. آرش، آخرین خبرها رو دنبال می‌کنیم. چه چیزی توجه شما رو در اعتراض‌های امروز به خودش جلب کرد؟ اینکه پیام مثل دیروز که ابتدا فیلم آمد که کرمانشاه است و بعد دیدیم بیش از 10 شهر دیگر این اعتراضات بود، امروز هم همین اتفاق افتاد. اول همه خیال کردن که فقط تهران است، اما فیلم‌هایی که بعد آمد نشان داد که خیلی شهرهای دیگه هست، شهرهایی که بعضی از اونها شهرهای خیلی کوچیکی هستند و من یه بخشی رو انتخاب کردم که با هم ببینیم شعارهایی که در این شهرها داده میشه. بخشی از اعتراضات بود، اعتراضاتی که امروز روز شنبه بود. پیام، نکته جالب در این اعتراضاتی که ما الان پخش کردیم این بود که خب دیروز مقام‌های حکومتی و مقام‌های دولتی و منتقدانش هی پاس می‌دادن به همین اعتراضات، ولی نشون میده این شعارها که فراتر از دعواهای جنایی در داخل ایران هست. به طور مثال در ساوه میگه اسلام رو پله کردن، مردم رو ذله کردن. در کاشان میگن ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه، که کنایه به آقای خامنه‌ای. در خرم‌آباد میگه جمهوری اسلامی نمی‌خوایم، و در درود که مرگ بر آقای خامنه‌ای شعار میدن. به نظر میرسه که فراتر از این دعواهای داخل جناس این شعارها. بله، و در سال 88 آرش به یاد داریم که به محض راهپیمایی و اعتراض اینترنت به مشکل برخورد پیدا کرد و الان هم گویا برخی نگرانی ها در این رابطه وجود داره. خیلی ها میپرسن، خیلی ها نگران هستن، حتی ضمنی صحبت هایی از این هست که شاید اینترنت فیلتر بشه، اپلیکیشن ها مثل تلگرام بسته بشه، اما فعلا این اتفاق نیفتاده و برخی ابراز خوشبینی میکنن که دیگه مثل سال 88 اون اتفاق نیفته، به خاطر که خود نظام هم داره از تلگرام و شبکه‌های اجتماعی اینجوری استفاده می‌کنه. و خبرهای از بازداشت و تنش و برخورد هم گویا در فضای مجازی منتشر شده، از اینا چی می‌دونید؟ در روز اول در مشهد 52 نفر بازداشت شدند، در کرمانشاه خبر بازداشت داشتیم و در رشت دیشب، الان هم گفته میشه در بعضی جا از جمله تهران و یکی دو شهر دیگه چند بازداشت بوده. اما یه چیزی که توجه رو جلب کرده پیام، تغییر الگوی اعتراض هست. اگر یه بخش کوتاه انتخاب کردیم از زنجان، این رو با هم ببینیم. Thank you.
بخشی از درگیری مردم با نیروهای پلیس و گشت شورش بود در زنجان. پیام، در سال 88 6 ماهی طول کشید تا به عاشورا رسید و تنش بین مردم و نیروهای پلیس به خشونت کشیده شد. اما می‌بینیم دو روز از این تجمع گذشته، دیشب نیروهای پلیس در واقع محاصره شده بودن توسط مردم، امروز در زنجان می‌بینیم که بعد از اینکه پلیس بهشون براشون مزاحمت ایجاد می‌کنه بهشون حمله می‌کنه و پلیس فرار می‌کنه. به نظر من میاد که این الگوی تظاهرات هم اینقدر فرق کرده با سال 88. ممنون از آرش سیگارچی که به دقت خبر رو دنبال کردیم. اما دیدگاه ناظران ارشد درباره اعتراض‌های مردمی در ایران موضوع بحث‌هایی است که چهار کارشناس و فعال سیاسی با بخش فارسی صدای آمریکا در میان گذاشتند. جزئیات بیشتر از یگانه گرسباران. مارک دوبوویتس، مدیر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی ها در واشنگتن، بر نیاز به استفاده از تمامی امکانات برای کمک به ساختن یک ایران آزاد، دموکراتیک، مستقل و ثروتمند تاکید گذاشت. کشوری که زیبایی های فرهنگی ایرانی را تمام و کمال به نمایش بگذارد، جایی که ذهن و روان مردم فوق‌العاده اش را پذیرا باشد، کشوری بدون سلاح هسته‌ای و موشک برای پرتاب، کشوری در صلح با همسایگانش. به اعتقاد او، همه آمریکایی ها باید پشتیبان ایرانی هایی باشند که برخواسته اند تا به طور مسالمت آمیز به رژیمی ظالم و فاسد پایان دهند. مایکل روبین، محقق انستیتوی مطالعات آمریکایی در واشنگتن، معتقد است جمهوری اسلامی بیشتر حادثه در تاریخ است تا نتیجه طبیعی تحول سیاسی ایران. وی گفت آیت الله خمینی وعده یک دموکراسی اسلامی را داد اما به هیچ کدام عمل نکرد. او مذهب را تخریب کرد و یک استبداد دینی را به همان بیرحمی استبداد شاهنشاهی بنا نهاد. آقای روبین گفت اصلاح طلبان هم به نوبه خود هرگز صادق و بیریا نبودند. آنها بیشتر بر روابط عمومی تمرکز کردند تا تغییرات واقعی. به توصیف او، ایران بار دیگر میتواند بمانند جواهری در جهان باشد اگر به ایرانی ها اجازه داده شود که آزاد باشند، و طبیعی است که باید آزاد باشند.